با سلامی دیگر بارا به یک و یکی شما بینندگان بینید گرامی ساعت به وقت پرگده هست و باز در چند دقیقه دیگر من برای شما خبرهای توزه تاجیکستان و جهان رو میرسونم و البته به طور کوتاه در برای موضوع هایی که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم شما میشود معلومات خواهم داد و البته امیدوارم چون همیشه در برنامه خبری که در پخش مستقیم تقدیمتان میشود در همینجا در آزادی ویدیو ما رو همراهی خواهید کرد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بر اثر بارانهای شدید در قلمرو علاهده کشور حادثه های ریزش سنگ و آمدن سیل ها ثبت شده است. از جمله باران شدید راه را در نویه های شهرستان و بونجیکت بسته، سیل بر راه های بین دیه ها در نویه های ترسونزاده و حصار مشکلات به وجود آورد. برای برطرف سازی عاقبت های این آفات طبیعی تکنیکای مخصوص جلب شده، راه ها از لای و لایقه پاکاری شدند و حرکت ماشین ها حالا اثر گرفته شده است. همچنین در جماعت نوفروج نویه استرفشن ولایت سوخت بارون شدید زراعت های کشاورزی را زیر آب کرده است. حالا در جای حادثه کمیسیه حالت های فوق العاده فعالیت دارد. ساعت 4 صبح امروز باشد در نتیجه بارون های شدید در روی ماشینگرد نوروباد لخش ریزش سنگ به قید گرفته شد و رو موقتا بسته گردید. کمیته حالت های فوق العاده بار دیگر به ساکنان و میمانان کشور خاطر رسان میکند که تا روز 15 می یعنی تا فردا هوا در سراسر کشور همین گونه پر بارش باقی میماند و خطر آمدن سیل، ریزش سنگ، بالاروی سطح آب و رودخانه ها همانو تهدید میکند. از این خاطر بینندگان عزیز اگر در تاجیکستان باشید از احتیاط کار بگیرید. علی خان جوانف رهبری بیمارخانه کلینیکی به نام بوری واحد و شهر بختر از مقامش برکنار شده است. فرمانی برکناری جوانف روز 13 می صادر شده، به جای او شمسول اولیموف به این وظیفه هم تعیین گردید. اولیموف تو این وقت سردار بیمارخانه زیدی سیلی ولایت خطلان بود. میرعلی رجب‌زاده سردار ریاست تندرستی ولایت خطلان در صحبت با رادیو زودی سبب برکناری جوانف را توضیح نداد و تنها گفت ضرورت پیش آمد که به وظیفه سردار بیمارخانه ولایتی کسی دیگر رو تعیین کنند. اما یک مقام بهداشتی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو زودی گفت برکناری علی خان جانوف به مرگ روح الله حکیمزاده سابق رئیس امانت بانک و پسری 25 سالش ربط دارد. حکیمزاده روز 11 می و پسرش یک روز پیش از او در این بیمارخانه درگذشتند. سبب مرگ آنها رسما پنیومنیا یا التهاب شوش گفته شد، هرچند برخی رسانه ها درگذشت آنها را از بیماری کووید 19 گفتند. علی خان جانوف سالهای زیادی در این بیمارخانه کار کرده بود. شرکت های اروپایی قراردادی ساختمانی چند بینای نو را راه اندازی کرده بود. بیمارخانه به نام بوری واحدوف در شهر بختر از روزهای اول خروج کرونا ویروس در کشورهای همسایه قبول بیماران را منع کرده به حالت قبول گرفتاران کرونا ویروس آماده می شود. در این بیمارخانه زیاده از 300 مهاجر تاجیک که از روسیه برگشته بودند قرنطین شدند. مقامات بهداشتی خطلان گفتند حالا معلوم نیست که علی خان جانوف به چه وظیفه تعیین می شود. خوب چون از امانت بانک در بالا یاد کردیم، این بانک از برقرار شدن کار نظام پرداختی کارت ملی خبر میدهد. این نظام از روز 12 می از کار باز مانده و دارندگان این کارت امکان گرفتن پول نقد خود را طریق آن نداشتند. از کارت ملی اساسا کارمندان بودجه و معاش و بازنشستگان نفقه پول خود را میگیرند. به قول مسئولان امانت بانک حالا مشکل فنی برطرف و نظام دوباره فعال شده است. یک سازمان حامی حقوق از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است با نظرداشت تهدید سرایت کووید 19 به زندانیان بزرگ میریورف یکی از وکیلان شناخته تاجیک را آزاد کند. سازمان وکیلان حامی وکیلان که قرارگاهش در هلند است با نشر یک بیانیه رسمی گفت از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که وکیل دفاع و حامی حقوق بزرگ میریورف را فورا آزاد کند و او را با تمام خدمات طبی ضروری تامین نماید. چند پیش خویشاوندانش گفتند که بزرگ میریورف در زندان مور و حرارت بدنش بلند شده است. جمشید یوروف برادر وکیل زندانی در شبکه اجتماعی نوشت بزرگ میر یوروف تب دارد و 29 اپریل سردار محبس دارو و درمانی را که نزدیکانش برده بودند به او رسانده است. یادآور میشوم بزرگ میر یوروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناههای دعوت عمومی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حکومت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. گذشته باشد بر اساس قانون آف حکم بزرگ میریورف را 6 سال کم کردند.
Абдулназар Абдулхасанов, генерали Мустафи ва собиқ муовини вазири дифои Тоҷикистон дар шифохонаи қариаи болои Душанбе даргузаштааст. Вай 76 сола буд, яке аз пайвандонаш гуфт, ӯро 13 май зери чораҳои сахти беҳдоштӣ дар оромгоҳи Сари Осиёи Душанбе дафн карданд. Ба қавли мусоҳиби мо, ҷасади Абдулназар Абдулхасановро бо кӯмаки маъмурони кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз бемористон рост ба оромгоҳ бурданд. Мақомоти Тоҷикистон асосан фавтидагон аз илтиёби шуш ва ё бемориҳои ҳамагӣ ро ба ин тарз дафн мекунанд. Аммо наздиконаш мегӯянд ӯ пештар аз беморӣ қалб ранҷ мекашед ва баъд як муддати муолиҷа дар бемористон сиҳат шуда буд. Абдулназар Абдулхасанов то оғози солҳои 92-ум то замони фурпошии шӯравӣ дар сафи нирӯҳои низомии Узбекистон хидмат мекард. Баъдан ба Тоҷикистон омада муовини вазири дифоъ таъин шуд. Як муддат фармондеи нирӯҳои хушкигарди вазорати дифои Тоҷикистон ҳам буд. Наздиконаш мегӯянд таи 10 сол баъси атташаи ҳарбии Тоҷикистон дар Чин кор карда аз онҷо бознишаста шуд. Зимнан бинандагони азиз, дар барномаи хабари имрӯз вобаста ба мавзӯи пайдо шудани гурӯҳои ба истилоҳ салафан печ дар Тоҷикистон ва наворҳо дар бораи шабона ба хок спордани маитҳо гузориши муфассал хоҳем дошт ва пешниҳод дорам, ки дар барнома моро ҳамроҳӣ кунед. Созмони дидбони ҳуқуқи башар аз Латукуби Абдулло Ғурбатӣ хабарнигори ҷавони тоҷик изҳори нигаронӣ кардааст. Ин созмон рӯзи 13 май дар як ҳисорот гуфтааст, мақомоти қудратӣ бояд ҳодисаро таҳқиқ ва афроди ҳамлавар ба хабарнигорро пайдо кунанд. Аз ин пеш ду созмони дигар, созмони амнияти ҳамкории аврупо ва кумитаи дифоъ аз ҳуқуқи журналистон, ҳам аз мақомоти тоҷикистон талаб карданд, ки омилони Латукуби хабарнигор Абдулло Ғурбатиро пайдо ва муҷозот кунанд. Абдулло Ғурбатӣ, хабарнигори 23-сола оҷонси иттилоотии Азия Плюс, шоми 11 май аз сӯи афроди номаълум дар роҳ ба манзили зисташ Латукуб шуд. Мақомоти Тоҷикистон то ҳол дар бораи Латукуби хабарнигор расман изҳорот надоданд. Танҳо Нусратулло Маҳмадзода, сухангӯи вазорати корҳои дохилӣ, рӯзи 12 май дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт, агар хабарнигор ба мақомот муроҷиат карда бошад, ҳатман ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. ва бинандагони азиз, таври маълум ҳафтаи ҷорӣ дар Москва кор дар сохтмонҳо ва корхонаҳои саноатӣ дубора фаъол шуд. Садҳо муҳоҷирони тоҷике, ки тақрибан 2 моҳ гӯшанишин буданд ва аз манбаи даромад маҳрум, чанд рӯз инҷониб дар сарӣ куранд. Вазъият дар ин авохир ба зиндагӣ ва равони ин муҳоҷирон чӣ гуна таъсир гузошт, дар як гузориш дар барномаи хабарӣ баъди 3 соат дигар барои шумо қисса мекунем. ва иттиҳоди аврупо ҳамроҳ бо созмони каритаси олмон ба тақрибан 6000 оилаи камбизоат ва хонаводое, ки яке аз аъзояш маълуланд, дар ноҳияҳои айнӣ ва шаҳри тус ёрӣ карданд. масъулони дафтари иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон гуфтанд, ба ин хонаводаҳо 26 тонна хӯрокворӣ ва маводи беҳдоштӣ тақсим шудааст. ин ёриҳо аз ниқобу собун, маҳлули беҳдоштӣ ва инчунин ордуравған, шакару макарон ва биринҷу намак иборат будааст. ҳамчунин ба 130 корманд тавонбахшӣ дар маҳалҳо ва ихтиёриён маводи беҳдоштӣ доданд, то дар шароити пандемия маъюбонро нигоҳубин кунанд. намояндагии иттиҳоди аврупо дар тоҷикистон мегӯяд, ҳадаф аз ин кор эмин доштани оилаҳои осебпазир аз сироати коронавирус мебошад. бинандагони азиз, ин чанд дақиқае буд, ки ман барои шумо хабарҳои тозаро то ин соат расондам ва фаромӯш накунед, ман ҳамаи шумо азонро баъди 3 соат дигар дар пахши мустақим дар барномаи хабарӣ бо гузоришҳои рӯз, ки 10 дақиқа барномаи дома мекунад, дар шароити карантин برای شما تقدیم خواهم کرد و منتظر خواهم بود. تا آن وقت خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتون باشد.